فرزند خاک ایران، در هفت آسمانی، روشنگر دو گیتی، از عهد باستانی، درس ستم ندادیم بر دوست یا که دشمن، بیگانه هم نکرده است پنهان که مهربانیم. پیر مغان ما را در شهر می شناسم، از دوره جوانی پرورده مغانیم. گر روی گل نشستیم گل کاشتیم شبانه، در بوستان از آن است محبوب بلبلانی. سجاده محبت گسترده ایم به هر کوی، آیین کینه را کی هر سو گسترانی. دانشوری که بگریخت از کشورش شنیدی، در صد کتاب بنوشت او را که میزبانیم. دیوار معبدی را از جا نکنده ایم ما، نی آتش افکنان اوراق این و آنیم. بر شاخه درخت بیگانه کی نشینیم، چندی اگر چو مرغی بیرون نزار شیانیم. مهر وطن همیشه در جان و هم تن ماست. دل داده ایم به ایران، زان شهره در جهانیم. مهربان یاران، درود به سلحشوری مردم سرزمین آریا، آریایان خردمند در فلات بزرگ ایران، سرزمین اهورایی، در این شیرگونه ایران شهر. چه کردید؟ شما دست شما رو باید بوسید، پای شما رو باید بوسید، گونه های شما رو باید بوسید. تفو بر کسی که به شما بد بگه، تفو بر کسی که بگه شما ستم را پذیرفته اید و زیر یوغ ستم میستید. نه، خورشید سوارید، مهربان یارانید، همیشه در تکاپو برای آزادی و رهایی هستید. شما سرچشمه عشق جهانید. شما چه کردیدی چند روز؟ دنیا ساکته، دنیا هنوز به گوشش نرسیده که بگه، ولی چقدر قهرمانانه داره جلو میرید. شوربختانه نمیشه از خارج رهبری کرد، نمیشه. همه امکاناتو میبندن، فشارها، سرکوبها، تطمیع ها، تروریزه کردن ها. بعدم رسانه های گسترده خودشون که به رنگ های مختلف با اتیکت ها و نام های مختلف تا این سال ها جا انداختند، رنگ و بارنگ، از همه رنگ، نمیان پیام رسان شورش، انقلاب، جهش و این شور بزرگ شما بشن. زن و مرد، بزرگ و کوچک، از هر نسلی و از هر عمری اومدین توی خیابون یه بار دیگه. اما چه باید کرد؟ یک حرکت، یک انقلاب، یک جنبش اون موقعی به پیروزی میرسه که سه تا داشته باشه. سه چیز اینو در دانشگاه‌های آکادمیک جهان درس میدن. سه چیز: رهبری، برنامه، تشکیلات. وقتی رهبری، برنامه، تشکیلات باشه، لنین، ماو و انقلاب کبیر فرانسه، انقلابات سراسری در همه جای جهان، لخ والسا در یوگسلاوی، همین مردک پلید خمینی با کمک انگلیس و رسانه بی بی سی، همه اینا این ستا رو داشتن. خمینی پلید تشکیلاتش روحانیت بود،
و برنامهش ولایت فقیه کتابی که نوشته بود و این روشنفکر رو نخونده بودن. تریبون قوی، تریبون قوی موقعی که همه ماهوار و اینا نبود، رادیو بی بی سی برد گذاشتش تو ماه. مردم هم 24 ساعت خر بی بی سی شده بودن. آقا بی بی سی یارو میومد تو حمام هم گوش میکرد. نداریم الان اینا. یکی دو تا تلویزیون خردمند و فرهیخته هستن، مثل همین تلویزیون پارس. به دبیرکلی برادرم مهندس امیر شجره از روز نخست در خدمت مردم بوده است و هست و خواهد بود. هرگاه خبری شده خبررسانی عالی بی پرده کرده، همیشه خردمندانه و روشنگرانه اطلاعاتی رو از طیف های مختلف فکری ولی آزاد ولی لایک در شما رسونده. اما الان اون کن که باید رهبری کو بیاد بشینه توی میدون فرمان بده چه باید بکنیم، چه باید درخت سیبمون کو بیاد بشینه اونجا رهبری بشه، کار عملی میشه. باید رهبری بشه، باید مردم بدونن چه کار باید بکنن. یادتون نره مردم، الان همه چیز دست شماست. دو تا راه حل الان ایران داره. یکی که مردم خودشون بتونن خوب هدایت و رهبری کنن این جنبش رو، حرکت رو به پیروزی برسوننش. یکی اینکه نیروهای نظامی رضا شاهی پیدا بشه بینشون، قهرمانی پیدا بشه بیاد بزن این آخونده رو لتو پارشون بکنه، از بیت خامنه ای گرفته و مجلس و ریاست و جمهوری و همه اینا کاری هم نداره، یعنی کاری هم نداره. اینا که مسلح نیستن که. چند صد تا نیروی نظامی بایستی فرستاد توی جایگاهی که نازن، همه اینا رو بایستی گرفت و بازداشتشون کرد تا محاکمه. رادیو تلویزیون در اختیارش، بیاد یک شورای نظامی تشکیل بشه. این یک راه حله، شورای نظامی آریایی ایرانی، غیر دینی، غیر فقاهتی، خوشتیپای زمان شاه رو ببینید یاد بگیرید. راه حل دومش اینه که مردم خودشون رهبری کنن. و نمیتونید، مردم نمیتونن، بایستی تریبون داشته باشن. تریبون خارج که در اختیارشون نیست. ما هم که هستیم که ضعیفیم، که ضعیفیم. خود شما قوی ترید، گزارشگر شدید، خبرنگار شدید، خود شما قوی ترید که به اطلاع هم میرسونید. هی به ما وعده میده آقا اینترنت واسه ایران مجانی. خب بکنیدش مجانی، چرا مجانیش نکردید؟ بکنیدش مجانی. و سر جاش که میرسه اون جای جاش اینا میان. این گزارشات اخیره که در رابطه با آریامر ساخته شده دیدید چند، ببینید هنوز که هنوزه، یادمون نباید بره. اینا این کاری کردن که نفت ما رو به دست بیارن. یه توطئه هست برای که نفت منطقه دستشون باشه. میخوان این خرا حاکم باشن، میخوان این جنایتکارا حاکم باشن، میخوان اینها حاکم باشن. شما بزنید تو دهن همه قهرمانانه شجاعانه. نمیدونم بایستی از درون خود این رادیو تلویزیونی ها کمک کنن، تلویزیون در طور مردم بزنن. اینا شنیدم دور تا دور رادیو تلویزیون تهران، البته یادتون نره تهران سقوط بکنه، هرگاه پایتختی سقوط بکنه اون دولت ساقط میشه. پراکنده هایی که در شهرها و روستاها و اینا شعار میدین کار میکنه، اینا همه دم شما گرم، عالیه، ولی اون کار نمیکنه. همه برین سوار هواپیما، اتوبوس، نمیدونم ماشین سواری، بشین برین تهران. تو تهران رو باید فلج کنید و میتونید فلج کنید، میتونید کاری کنید که این نیروهای نظامی نتونن رادیو تلویزیون رو محاصره کنن. نمیذارن فرار میکنن. چاوچسکو رو ببینید، چطوری چاوچسکو تو یک سخنرانی اومد بکنه، یارو بلند شدن مردم چند صد هزار نفر بودن اونجا، چند ده هزار نفر، شاید هم چند صد نفر شعار دادن و اون در رفته از اون پشتم گرفتن شو اینا. حالا اونجا این نیکولا چاوچسکو بود. تو ایران جاگاه اگه خامنه‌ای رو بزنین، روحانی رو نزنین، بدتر میاد اون میگیره. این دروغگوی شارلاتانی که همه بایستی همزمان سه تا ارگان رو لاغر بایستی بگیرید، چهار تا ارگان رو باید بگیرید. اون ارگان هایی که قدرت دارن، نیرو دارن، پاسبان دارن، پلیس دارن، پاسدار دارن، موفق میشید. در خارج از کشور امکان این نیست. من یک نکته رو به شما بگم، وقتی به جای جاش میرسه اینا میان تو خارج میان میگن آقا شما اجازه نداری حرف بزنی،
دیدید که بارها گرفتن و خارج بکن تبدیل جا جاشم گرفته بینایی رو خیلی فعال میکشنش، خود اینا به حساب اونا میکشن. به همین دلیل خارج میتونه اینو فریاد، فریاد داخل رو به خارج برسونه. الان تا الان رسانه هیچ نگفتن، ما باید زور بزنیم که آقا چند روز یه هفته است اینجا تو ایران خبرهایی، چرا شما هیچی نمیگین؟ اون زمان گفتن اومدن اون دوتا سو استفاده کردن، بعدم خودشون چه الان که گفتن بیرین رای بدین. حالا این مردم قد سال عشورانه اومدن بیرین. بچه ها خانم ها آقایان دست شما رسیا و جاوستان میبوسه، خورشید سوار شمایید، زنده کردید کاوه یا آهنگر رو، فریدون رو زنده کردید، بابک خرم دین رو. ولی بابک ها شما باید زنده بمونید، این بار بابک های ما بایستی زنده بمانند. ببینید چه کردید، اینقدر فیلم از شما منتشر شده ولی رسانه های غربی گور به گور شده که یکی از اینا رو نمیذاره، که نمیانم یک ستاد باید تشکیل داده بشه، رهبری جنبش بگن آقای برنامه است، تشکیلات هم تشکیلات این مردم بسازن، گروه ها انجمن ها همین جمع رازی نیست جای ثبت نام کنیم بریزن بگیرندون. باید تو خونه بود؟ نه، باید تو شهر بود. هر شهری باید بود؟ نه، فقط تهران. همه این نیروها باید در تهران متمرکز بشه. اگر همه این نیروها در تهران متمرکز نشه عزیزان من، حتی کارتون بکنین شهر بشن، از اونه که نمیتون خارج بشن بشن، ولی باید تهران میلیونی بیاین راه رو ببندین، نتونن توپ و تانگ و ماشین های ارتشی نظامی و پاسداران خودشون رو جا به جا بکنن، برن ریاست جمهوری رو، خونه خامنه‌ای رو برن محاصره کنن بگیرن، اونجا برن پدافند بزنن. رادیو تلویزیون، رادیو تلویزیون خیلی مهمه بچه، رادیو تلویزیون الان شما باید خودتون نشون بدین، در خدمت مردم قرار بگیرین، باید یه یک سری افراد وارد بکنید تو جامعه جمع اصلا جایی که پخش میشید و یه روی ایر، روی ایر خود تلویزیون کار قهرمان میشید در تاریخ بچه ها. فقط همینه که شما این همین چهار تا مصاحبه میکنید، بعد بعضی تونم که گفتن امنیت اطلاعاتی هم مصاحبه میکردن، بچه قهرمان میشید، بچه های رادیو تلویزیون، اونایی که ورودی دارید، اونایی که میتونید برید آنتن دارید، برید برید خودتون و مردم خودتون و پدرت و مادرت و فرزندان خودتون نجات بده. به هر حال ایران آخوندها ساقط میشن، سقوط آخوندها دیگه الان دقیقه ایست، لحظه ایست، این ساقط میشن. هرچه زودتر نیروهای انتظامی، نیروهای امنیتی، نیروهای رسانه‌ای، رادیو تلویزیون، شماها به مردم بپیوندین، آیندهتون در خطر نیست، در قیصد آینده همتون در خطره. برید ببینید زمان محمد رضا شاه یه پاسبان راهنمایی که هیچ کار نکرده بود، من تو مشهد میشناختم، هیچ کار نکرده بود، سر چهارم انسان سود میزد از یا بره از یا بره، شاید دو نفر رو جریمه کرده بود، بنده خدا رو تیکه پاره کردن، تیکه پاره، هیچ کار نکرده یه پاسبان رو. شما فکر میکنید الان با این رژیم وایسید از شما میگذرن فردا؟ خیال کردید؟ پس به مردم بپیوندید، بپیوندید به مردم، در خدمت مردم باشید، با مردم باشید. زیر برف من دیدم یک عده چوب و چماق و تفنگشون رو گذاشتن کنار به مردم پیوستن، خیلی کاری کردن، خیلی فرار کردن، در رفتن دیگه به خونه خودشون هم نرفتن نیروهای انتظامی. خب در اون سطح بالا باید یاد بگیرید، باید برید به گونه تو چند فرمانده های بالای میهن و مملکت شما رفتید، ایران از دست صدام حسین و تازیان نجات دادید، تاریخا دنیا با ما جنگید، شما رفتید ما رو نجات دادید، حالا از دست یک علی خامنه‌ای روحانی نمیتونید لاریجانی ما رو نجات بدید؟ از دست 10 تا آدم نمیتونید نجات بدید؟ اگه الان اقدام بکنید 10 15 20 50 100 نفر ماکسیمم حساب پس میدن، ولی اگر دیر بشه، اگر به اون روز برسه، هزاران نفر قتل عام میشن، زن بچه شما هم توشن. این رسم روزگاره، تهدید نیست، تشویق یا تخریب نیست، این رسم روزگار هر انقلابی جز جهان همینطور بوده. من همه انقلابات جهان رو خوندم، شما هم خوندی. اگر الان ترتیب 10 نفر رو ندین نکشنشون با این شما با قدرت نظامیتون، فردا نه تنها خود شما، اون قهرمانیتون، اون سلحشوریاتون،
خصوصا من بچه میگم که رفتن جنگ ایران عراق الان در قدرت هم در امکانات هستن، خصوصا یادگاران محمد رضا شاه، اون ارتشیایی که هنوز موندن نیروی انتظامی، ایران را آزاد کنید بچه ها. شایستگی ملت بزرگ 7000 ساله این نیست. اینقدر آبروش در سطح جهان 40 ساله رفته، چرت آخوند شپشی، نوکران تازیان و غرب بیان بر ایران بخوان حکومت کنن به خاطر پول نفت ما رو اینجور قربانی کنن. ببینید چی کار کردید شما. ببینید